به نام خدای کوچه های خلوت، رضا ابراهیمی هستم. دوستان گرامی، درود ویژه رو تقدیم شما عزیزان میکنم. دوستان عزیز، در کنار رودخانه هستم و رودخانه اترک و یک کلیپ آموزشی در رابطه با حالت دال شکل یک سری توضیحاتی رو خدمتتون ارائه میدم. امیدوارم که این توضیحات بتونه سطح آگاهی و معلومات شما خوبان رو اندکی ارتقا بده و شما کاوشگران تلاشگر بتونید با ارتقاء سطح دانشتون به موفقیت برسید. چرا؟ چون تنها راه موفقیت برای کاوشگران ارتقاء سطح دانش و معلومات اونها هست، نه چیز دیگه. خب دوستان، بریم سر اصل مطلب، حالت دال شکل در رودها. معمولا رود در حالی که به مسیرش ادامه میده، در شرایطی مسیرش رو عوض میکنه، به صورت 60 درجه مسیرش رو کاملا تغییر میده، در حالت دال شکل قرار میگیره. در حالت دال شکل، دوستان گرامی، این مطلب رو شک نکنید در جایی نشنیدید، در همین حالت دال شکل شما یک خرابه رو میبینید که به این خرابه میگن معماری، به همین خرابه دوستان گرامی میگن معماری خرابه‌ای. وقتی کسی به شما گفت معماری خرابه‌ای یعنی چی، دقیقاً همین مطالبی که بنده خدمتون عرض میکنم میشه معماری خرابه‌ای. در حالت دال شکل ما خرابه‌ای رو میبینیم که بهش میگن معماری خرابه‌ای. وسط خرابه شما خرابه‌ای رو حتما میبینید. دقیقا مرکز خرابه در عمق 5.5 به شما هدایای بسیار ارزشمندی رو میده که این هدایای ارزشمند هدایایی هست که به یک تدفین موبد یا روحانی رو داریم که این موبد یا روحانی در یک باکس سنگی، دوستان عزیز، در یک باکس سنگی گذاشتنش و کنار این باکس سنگی هدایای بسیار نفیس و ارزشمندی وجود داره. همونطور که میدونید در دوران ساسانی، دوستان گرامی، برای اینکه جسد متوفا خاک رو آلوده نکنه، جسد رو داخل خاک نمیگذاشتن، داخل جسد رو داخل یک صندوقچه سنگی میگذاشتند و اون جسد موبد رو، جسد روحانی رو، دوستان گرامی، در کنار رودخانه، در قسمت دال شکل، در قسمت، در حالت خرابه های باستانی دفن میکردند و در پیرامون اون هدایای بسیار بسیار نفیس و ارزشمندی رو میگذاشتند که اصطلاحاً به این دفینه میگن دفینه خرابه‌ای در قسمت دال شکل رودخانه‌ای. دوستان گرامی، این مطالب رو بنده از تاریخ باستان عنوان میکنم خدمتتون و همه موارد باستانی، دوستان گرامی، اصول هست و قواعد هست و فرمول های باستانی. وقتی شما میخواین یک مسئله فیزیک رو حل بکنید، مطمئنن فرمول دارید. وقتی میخواین یک معادله دو مجهولی رو حل بکنید، در ریاضیات، در مثلثات، در هر به نوعی، در شیمی، فیزیک، ریاضیات، مثلثات، شما با توجه به اون فرمول میتونید به اون پاسخ اصلی برسید. دنیای باستان هم دقیقاً اصول داره، قوانین داره و فرمول داره. بایستی طبق اون فرمول پیش رفت. طوری نیست که شما یک بیل و کلنگ برداری و بری
بزنی به دل طبیعت تا موفق بشی. اگر فکر شما این هست دوستان گرامی، موفقیتی در کار نیست. پس بایستی به دنبال زنجیره اسامی بود، بایستی دوستان گرامی شما زنجیره اسامی رو بدونید. وقتی میگم زنجیره اسامی، خیلی این مطلب رو تکرار کردم، اما متاسفانه دوستان به جای اسامی اسم میدن. وقتی میگم اسامی، اسامی جمع هست، یعنی اسم ها از بلندگاه تا پستگاه، اما میان یک اسم رو میدن. وقتی شما یک اسم رو بدی با یک نام، کاری پیش نمیره. چرا؟ چون من محیط نگار دقیقاً حکم یک نامه رسون رو دارم. وقتی شما یک نامه ای رو بنویسی و روی پاکت نامه بنویسید مثلا استان خوزستان برسد به دست ابراهیمی، خب شما فقط یک استان رو گفتید، اسم شهر رو نگفتی، اسم میدان، اسم چهارراه، اسم خیابون، اسم کوچه، پلاک، کد پستی رو نگفتید. وقتی اینها رو نگید، نامه رسون زحمتکش نمیتونه نامه شما رو به مقصد برسونه. در این موارد هم دوستان گرامی، یک نام نمیتونه، شما یک نام رو به من بدید، من نمیتونم کمکی به شما بکنم. چرا؟ چون با یک نام عملا کاری از دست من شاگرد محیط نگار ساخته نیست. بایستی زنجیره اسامی رو از بلندگاه تا پستگاه عنوان بفرمایید. و مورد مهم دیگه، هیچ وقت به دنبال تفسیر عکس نباشید. اگر به دنبال تفسیر عکس هستید، شما از پیش محکوم به شکست هستید. به دنبال زنجیره اسامی باشید، به دنبال مکانهای نامی باشید. این مکانهای نامی هست که شما رو میتونه به موفقیت برسونه. دوستان گرامی، حمایتم بکنید با لایک و سابسکرایب، تا بتونم تاریخ گوشه‌ای، حتی قطره‌ای از تاریخ تاریک باستان رو برای شما دوستان گرامی بازگو بکنم، تا افراد بی سواد باستان که خودشون رو پیر باستان میدونن، خودشون رو نابغه باستان میدونن، اما سواد باستانی ندارن و صرفا به دنبال این هستن که یک سری مطالبی رو عنوان بکنن تا با عنوان کردن اون مطالب بتونن به شما سیستم بفروشن. دست اینها رو ما کوتاه بکنیم و شما اگر این کلیپ های بنده رو دنبال بکنید، مطمئن باشید که به موفقیت میرسید. چرا؟ چون سطح دانش و معلومات شما رو بالا میبرم با ارائه همین مطالب صحیح و درست. پس حمایتم بکنید تا افراد بیشتری بتونن از این کلیپ ها استفاده بکنن. ممنونم دوستان گرامی، بدرود.